صفت مشبه از فعل لازم ساخته میشه که بر ثبوت و دوام یک صفت در شخص به طور دوامدار دلالت میکنه. هر کلمه ای که در زبان عربی به وزن فعیل بود او صفت مشبهه است، گرچه با این وزن. به طور مثال ما شما در قرآن کریم کلماتی یا صیغه های مختلفی را با وزن فعیل داریم، مثلا رحیم، کلماتی که ماده اونا از حرف الیف تا این حرف تا که ما شما رسیدیم، از اینا صفت مشبهه می سازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 39 برنامه آموزش ترجمه قرآن به شیوه جدید و آسان، صفت مشبهه است. در ادامه قواعد گرامری زبان عربی یا زبان قرآن، امروز ما شما با صفت مشبهه آشنا میشیم. صفت مشبهه هم یکی از انواع مشتقات است. ما شما در درس‌های قبلی داشتیم که از مصدر کلمات چیزهای دیگر اشتقاق میشه، اسم فاعل، مفعول و غیره، و یکی از مشتقات مصدر یا همون ماده کلمات صفت مشبهه است. صفت مشبهه از فعل لازم ساخته میشه که بر ثبوت و دوام یک صفت در شخص به طور دوامدار دلالت میکنه. در زبان فارسی ما شما صفت مطلق داریم که معادل صفت مشبهه در زبان عربی هست. به طور مثال ما شما در زبان فارسی داریم خوب، زیبا، زیشت. این صفات را در زبان عربی صفت مشبهه میگن. اوزان این صفت مشبهه تقریبا با اسم مبالغه که در درس بعدی انشاءالله با او میپردازیم مشابه است، البته بعضی اوزانش. و ملاک تشخیصی صفت مشبهه معانی کلمات است، یعنی ما از معانی کلمات میشناسیم که این کلمه صفت مشبهه است. البته اوزان هم داره در زبان عربی صفت مشبهه که به بعضی اوزان مشهورش اینجا اشاره میکنیم. وزن فعیل، هر کلمه ای که در زبان عربی به وزن فعیل بود او صفت مشبهه است، گرچه با این وزن اسم مبالغه هم میآید که در درس بعدی انشاءالله بیان میشه. به طور مثال ما شما در قرآن کریم کلماتی یا صیغه های مختلفی را با وزن فعیل داریم، مثلا رحیم. حالا رحیم صفت مشبهه است که در معنای فارسی ما شما با در نظر داشتی معنای ریشوی که ریشه کلمه رحیم رحم است، به معنای مهربان شدن. خب وقتی که از این ریشه ما رحیم بسازیم که معادل یا هم وزن فعیل میشه، پس این صفت مشبهه میشه و معناش میشه مهربان، یعنی شخص یا کسی که او همیشه و دوامدار مهربان است و صفت مهربانی در او موجود است. یا شریف میگیم، شریف انسان با شرافت که این صفت را به طور دائم داره. یا کریم میگیم، جوان مرد، لطیف به معنای نرم خوی که این صفت همیشه در او موجود است. مثلا در قرآن کریم ما شما داریم والله بما تعملون بصیر، و الله با آنچه که شما انجام میتین بصیر است، بینا است. پس بصیر بر وزن فعیل هست، صفت مشبهه میشه و ریشه کلمه بصر هست به معنای دیدن و بینایی یا بینا شدن. وقتی که بصیر میگیم چون به وزن فعیل برابر میشه، صفت مشبهه یعنی بینای دائمی. اگر ما شما معانی کلمات را با استفاده از این قواعد یاد بگیریم،
قابل یادآوری هست که معنای هر کلمه را به طور درست و دقیقش یاد میگیریم و نگفتنمانه که فهم و یادگیری این قواعد در زبان فارسی هم به شما کمک میکنه، چون در زبان فارسی هم ای اوزان و ای قواعد استعمال میشه. وزن دوم فعل هست، فعل همون وزن مصدر. البته بعضی کلمات با این وزن برابر میشه و صفت مشبهه جور میشن، مانند صعب. خب صعب در اصل به معنای سخت شدن هست، اینجا صعب حالتی صفت را با خود میگیره، یعنی چیزی سخت، یک چیزی که به طور دوامدار به اصطلاح یا صفتی دائمیش سخت بودن باشه، پس او را در زبان عربی صعب میگن یا سهل، آسان. سهل در اصل به معنای ریشویش آسان بودن، آسان شدن. خب ما وقتی که سهل از این یک وزن میسازیم معادل وزن فعل صفت مشبهه، پس یک صفت دائمی بر یک شی میشه، یک چیزی آسان. یا خصم، کسی که متخاصم است با شخص دیگری در خصومت هست، صفتش از خصومت. فعل یا فعیل، فعل یا فعیل با فتح عین و کسر عین، مثلا حسن. خب حسن ببینین در اصل ریشش حسن یا حسن به معنای خوب شدن و زیبا شدن. وقتی که حسن میگیم چون بر وزن فعل برابر میشه صفت مشبهه جور میشه و در اصل حسن به کسی اطلاق میشه که او همیشه و به طور دائم خوب باشه، یعنی صفت خوبی در او موجود باشه. یا میگیم فرح، فرح به شخصی اطلاق میشه که همیشه خوشحال باشه، چون فرح با ما فرح به معنی خوشحال شدن است. وزن چهارم فعلان، مثلا رحمان به معنای مهربان، هم همون مثل فعیل هست و در این هم یکی از اوزان مبالغه هم میتونه باشه که در درسی بعدی انشاءالله فرقی را با صفت مشبهه بیان میکنیم. یا عطشان میگیم، یعنی شخصی تشنه. غضبان، شخصی غضبناک که همیشه غضب میکنه یا بسیار غضب کننده اگر مبالغه ترجمه بکنیم. خب به هر صورت امروز ما شما با صفت مشبهه تعریفش و اوزانش انشاءالله آشنا شدیم و از این بعد در قرآن کریم کلمات و آیاتی را که ما شما میبینیم از این صفت یا از این وزن در او کار گرفته شده ای را تمرین میکنیم تا خوب آشنا شیم. و بخش دومی درس میریم که کلمات کم تکرار به حرف پا هست. در درس قبلی ما شما کلمات پرتکرار به حرف ها پا را خواندیم، حالا نوبت کلمات کم تکرار میرسه که کلمات را شروع میکنیم از کلمه تحو. تحو در زبان عربی به معنای گسترش دادن، یک چیز را فراخ کردن هست. الله متعال میگه والارضی و ما تحاها، و قسم است به زمین و قسم به او ذاتی که زمین را گسترش داده. تحا ببینین به وزن فعل ماضی میشه، چون آخرش حرف علت داره یا و اینجا باز با ضمیر ها آمده، به خاطر یا حذف شده و همون الف در آخرش مانده. طرح به معنای انداختن، طرح ریزی که میگن در اصل این نقشه، یک نقشه، یک پلان را ریختن و انداختن از اینجا گرفته شده. اقتلوا یوسف او اطرحوه، بکشید یوسف را او اطرحوه یا او را بیاندازیم.
در ارضن در یک زمینی طرحش یعنی بگذارینش گذاشتن انداختن طری به معنای تازه شدن والذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا اینجا ببینین طری میشه که ما بگیم بر وزن فعیل هست چون طری دو یا هست بر وزن فعیل میشه صفت مشبه میشه یعنی چیزی پاکیزه یک چیزی که همیشه به طور دوامدار پاک و پاکیزه هست لحمن طریم گوشتی تازه و پاکیزه طف به معنای کم کردن پیمانه ترازو وزن را کم کردن ویل للمطففین مطففین حالت فاعلی هست البته از وزنی مزید که در درسای بعدی انشاءالله میخوانیم طفق به معنای شروع کردن فطفق مسحا بالسوق پس آغاز کرد طفق فعل ماضی میشه آغاز کرد با مسح با به اصطلاح مسح کردنی حضرت داستان حضرت سلیمان علیه السلام میه به ساقها و گردنهای اسبها کلمه بعدی ما شما تل هست به معنای شبنم فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ اگر نرسه به او وابل که در حرف واو میخوانیم باران به او نرسه فَطَلٌ پس شبنم کفایت میکنه تلح به معنای درختی موز یا مشهور به اصطلاح ما کیله و تلح منضود طلع شگوفه میوه طلع در اصل همون ریشه طلوع هست طلوع کردن و این جای یک جای در قرآن کریم یا دو جای آمده طلع به معنای شگوفه میوه یعنی وقتی که میوه نو تازه طلوع میکنه میرسه به اصطلاح نو همون مراحل اولیه تشکیلی میوه که گویا میوه طلوع میکنن طلعها در اینجا ما میتونیم بگیم میوه از او یعنی مطلق میوه را اینجا ترجمه میکنیم که انه رؤوس الشیاطین میوه از او گویا سرهای شیاطین است که حکایت از امو زقوم یا طعام اهل جهنم است طم به معنای موج طم طامه که اینجا یک بار در قرآن کریم آمده فإذا جاءت طامة الکبرى وقتی که بیاید حادثه یا همون موجی بزرگ که کنایه از قیامت است موجی بزرگ یا حادثه فراگیری که قیامت است بیاید طمس طمس در اصل در زبان عربی خون دوشیزگی را گفته میشه و به معنای لقاح و مجامعت هست کنایتن لم یطمثهن انس یطمث فعل مضارع میشه که اینجا ببینین کلمه لم آمده و لم قبلا ما شما در قواعد خواندیم وقتی که لم در فعل مضارع بیایه فعل مضارع به ماضی تبدیل میشه معناش قسمی میشه که لم یطمثهن یعنی مجامعت نکرده با اونها یک جا نشده انسون انسانی پیش از اینها ولا جان و نه جنی طود به معنای کوه فانفلق فکان کل فرقین کالطود العظیم بود هر فرقه هر امو قسمتی از آبی یا بحری که به حضرت موسی به اصطلاح پاره شده بود و از او یک کوچه درست شده بود مثل یک کوه بزرگ طور به معنای مرحله و درجه و قد خلقکم اطوارا خداوند شما را آفرید مرحله وار مرحله به مرحله همون میشه که به تکاملی بشری به اصطلاح اشاره باشه که خداوند انسان را با یک نوع تکامل آفریده که مرحله به مرحله است یک زمان خاک بود و باز آب بود و باز خاک شد و باز بالاخره به نطفه و باز به علقه و مزغه و می ترتیب یک خلقت دیگری به دنیا آمد طول به معنای قدرت توانایی شدید العقابی ذی طول شدید هم ببینید
بر وزن فعیل هست، اینجا عظیم هم بر وزن فعیل هست، صفت مشبه هست. شدید یعنی سخت، دارای شدت. ذی طول، صاحب قدرت. طوی به معنای پیچاندن. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، روزی که ما میپیچانیم. طی در اصل لوله کردن یا پیچاندن کاغذ را گفته میشه. در روز قیامت خدا میگه ما آسمان ها را پس لوله میکنیم، یعنی میپیچانیم، مانندی که یک دفتر پیچانده میشه. و این اشاره هست به همون حقیقت علمی بزرگ که ساینسدان ها به او رسیدن، که بالاخره جهان بعد از انبساط دوباره منقبض میشه، به حالت اولیش برمیگرده. خوب، این بود کلمات قرآن کریم به حرف طا. در کار عملی هم ما شما قسم معمول همون یک یا دو یا سه صفحه قرآن کریم را میخوانیم، البته نمیخوانیم بلکه مطالعه میکنیم، تدبر میکنیم، تفکر میکنیم و قواعد گرامری که ما شما خواندیم را تمرین میکنیم. و در اینجا با امروز بالای صفت مشبهه تمرکز میکنیم و در صفحات مطالعه شده خود صفت مشبهه را میخواهیم پیدا بکنیم. و همچنان کلماتی که ماده اونا از حرف الیف تا این حرف تا که ما شما رسیدیم، از اینا صفت مشبهه میسازیم. میریم باز هم یک صفحه قرآن کریم را باز میکنیم، ببینیم این سوره حدید است، والله اعلم، سوره حدید، بله. سبح لله. خب سبح ریشش سبح است، به معنای تسبیح گفتن یا پاک یاد کردن. لله ما فی السماوات والارض، تکراری هست. و هو العزیز الحکیم. اینجا ببینین عزیز بر وزن فعیل که مثالی برای صفتی مشبه هست. حکیم، حکیم ریشش ما شما خواندیم که حکم بود، و حکیم بر وزن فعیل صفت مشبهه، یعنی کسی یا ذاتی که او دارای حکمت است، همیشه در او صفت حکمت موجود است. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر. قدیر هم همچنان از ریشش قدر هست، قدر از قدرت گرفته شده. و قدیر بر وزن فعیل صفت مشبهه، یعنی کسی که او همیشه صفت قدرت داره. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. این آخر و ظاهر و باطن همه اسم فاعل هستند. و هو بكل شيء علیم. علیم هم صفت مشبه است، یعنی کسی که همیشه در او صفت علم موجود است. انشاءالله که صفت مشبه را معناش را دانسته باشن. یعنی علیم به کسی گفته میشه که او همیشه دانا باشه. فرق صفت مشبه با اسم فاعل این است که اگر یک کسی یک بار هم یک کار انجام بده، او به اصطلاح فاعل یک فعل میشه، اما به او صفت مشبه اطلاق نمیشه. صفت مشبه به کسی اطلاق میشه که یک صفت در او همیشه موجود باشه. به طور مثال انسان نمیتونه علیم باشه چون همیشه دانا نیست، ولی میتونه عالم باشه، دانا، ولی علیم نمیتونه باشه. اما خداوند علیم هست، یعنی همیشه دانا هست. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلمو، همون فعل مضاری علم. ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، یخرج هم فعل مضاری، منها و ما ینزل من السما و ما یعرج، این فعل مضاری هست. و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. بصیر هم که گفتیم که صفت مشبه هست. اگر از ریشه تعملون، اگر ما صفت مشبه بسازیم، عمیل میشه، یعنی کسی که همیشه کار میکنه. له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. باز تکرار میشه. به همین ترتیب شما میتونین هر قدر که خواسته باشین ادامه بدین و تمرین بکنین صفت مشبهه را در آیات مختلف قرآن کریم.
و همچنین لغاتی کلماتی که امروز به حرف تا خوندیم او را حتما حفظ بکنین تا درس بعدی خداوند یار و نگهداری همه ما شما.